کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقابله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار شماره 316-23510. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقابله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار. جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، عطف به نامه شماره 383-09-40140 مورخ 27/2/1388 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقابله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 29/2/1389 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی، شماره 725-64 مورخ 12/4/1389، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت راه و ترابری. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقابله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/3/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 316-23510 مورخ 2/4/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقابله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار، ماده 1، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به مقابله نامه کار دریایی مصوب 17 فوریه 2006 میلادی برابر با 18 بهمن 1384 هجری شمسی سازمان بین المللی کار به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. مقابله نامه کار دریایی مصوب 2006 میلادی برابر با 1384 هجری شمسی. مقدمه. فراهمایی یا کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به وسیله هیئت مدیره دفتر بین المللی کار در تاریخ 7 فوریه 2006 میلادی برابر با 19 بهمن ماه 1384 هجری شمسی 94مین نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمایل به تدوین سند واحد و منسجمی که تا حد ممکن در برگیرنده جدیدترین استانداردهای مربوط به مقابله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار دریایی موجود و نیز اصول بنیادین که در سایر مقابله نامه های بین المللی کار وجود دارد به ویژه موارد زیر باشد. مقابله نامه کار اجباری مصوب 1930 میلادی برابر با 1309 هجری شمسی شماره 29. مقابله نامه آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل مصوب 1948 میلادی برابر با 1327 هجری شمسی شماره 87. مقابله نامه حق تشکل و مذاکره جمعی
مصوب 1949 میلادی برابر با 1328 هجری شمسی، شماره 98. مقابل نامه تساوی مزد مصوب 1951 میلادی برابر با 1330 هجری شمسی، شماره 100. مقابل نامه لغو کار اجباری مصوب 1957 میلادی برابر با 1336 هجری شمسی، شماره 105. مقابل نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب 1958 میلادی برابر با 1337 هجری شمسی، شماره 111. مقابل نامه حداقل سن مصوب 1973 میلادی برابر با 1352 هجری شمسی، شماره 138. مقابل نامه بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999 میلادی برابر با 1378 هجری شمسی، شماره 182. و با آگاهی از اختیارات اصلی سازمان که همانا ارتقاء شرایط شایسته کار می باشد و با عنایت به بیانیه سازمان بین المللی کار در خصوص حقوق و اصول بنیادین کار مصوب 1998 میلادی برابر با 1377 هجری شمسی و با توجه به این موضوع که دریانوردان مشمول سایر اسناد سازمان بین المللی کار هستند، تحت و دارای حقوق دیگری می باشند که تحت عنوان حقوق بنیادین و آزادی‌های قابل اعمال در مورد کلیه افراد وضع شده است. مقابل نامه زیر را که می تواند تحت عنوان مقابل نامه کار دریایی 2006 میلادی برابر با 1384 هجری شمسی نامیده شود را در تاریخ 23 فوریه سال 2006 میلادی برابر با 5 اسفند ماه 1384 تصویب می نماید. ماده 1. تعهدات کلی. 1. هر عضوی که این مقابل نامه را تصویب می نواید متعهد می گردد که مقررات آن را به نحوی که در ماده 6 این مقابل نامه درج گردیده است به منظور تأمین حقوق تمامی دریانوردان برای اشتغال شایسته به طور کامل اجرا نماید. 2. اعضا باید برای تضمین اجرا و اعمال مؤثر این مقابل نامه با یکدیگر همکاری نمایند. ماده 2. تعاریف و دامنه کار برد. 1. از نظر این مقابل نامه، به جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطلاح الف مقام صلاحیت دار به مفهوم وزیر سازمان دولتی یا مقام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا دستورالعمل‌های قانونی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا می باشد. ب. اعلامیه موافقت کار دریایی به مفهوم اعلامیه موضوع جزء 3 بند 1 مقرره 5 می باشد. پ. ظرفیت ناخالص به معنای ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق مقررات اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه 1 مقابل نامه بین المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها مصوب 1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی یا هر مقابل نامه مؤخر دیگر می باشد.
برای کشتی هایی که مشمول طرح موقت اندازه‌گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی می باشند، ظرفیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستون ملاحظات مربوط به گواهینامه بین المللی ظرفیت کشتی مصوب 1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی. ت. گواهینامه کار دریایی به مفهوم گواهینامه موضوع جزء 3 بند 1 مقرر 5 می باشد. 3. الزامات این مقابله نامه به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش الف مجموعه قوانین این مقابله نامه اشاره دارد. جیم، دریانورد به معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقابله نامه قرار می گیرد در هر سمتی استخدام شده یا اشتغال دارد یا کار می کند. چه قرارداد کار دریانورد در برگیرنده هر دو مفهوم قرارداد کار و مواد قرارداد می باشد. ه. خدمات کاریابی و استخدام دریانورد به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا خصوصی می باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی اقدام به استخدام دریانوردان می کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین کشتی ها قرار می دهد. خه کشتی به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آبهای داخلی یا آبهای داخل یا دقیقاً مجاور، آبهای محفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می شود کشتیرانی می نماید. دال، مالک کشتی به مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر مدیر، کارگزار یا اجاره کننده دربست کشتی می باشد که مسئولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد و با فرض پذیرش چنین مسئولیتی موافقت نموده است وظایف و مسئولیت‌های محوله بر عهده مالکین کشتی را طبق این مقابله نامه بر عهده گیرد. صرف نظر از اینکه هر سازمان یا اشخاص دیگری انجام برخی از مسئولیت‌ها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی بر عهده گرفته باشند. دو، به جز مواردی که به نحوی دیگر به طور صریح مقرر شده است، این مقابله نامه شامل تمامی دریانوردان می شود. سه، در صورت بروز تردید در مورد اینکه آیا گروه‌هایی از افراد از نظر این مقابله نامه در زمره دریانوردان قرار می‌گیرند یا خیر، این موضوع باید توسط مقام صلاحیت دار در هر عضو پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با این موضوع تعیین گردد. 4. به غیر از مواردی که به طور صحیح به نحو دیگری مقرر شده است، این مقابله نامه در تمامی کشتی هایی اعمال می شود که دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به طور معمول مشغول فعالیت های تجاری می باشند، به غیر از کشتی هایی که مشغول ماهیگیری یا فعالیت های مشابه هستند و کشتی هایی که به شکل سنتی نظیر قایق‌های بادبانی یا لنج‌ها ساخته شده‌اند. این مقابله نامه در مورد کشتی‌های جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمی‌شود. 5. در صورت بروز تردید در مورد اینکه آیا این مقابله نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشتی‌ها اعمال می‌شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صلاحیت دار در هر عضو پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین گردد. 6. چنانچه مقام صلاحیت دار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر
اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند 1 ماده 6 این مقابل نامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتی ها که حامل پرچم یک عضو می باشند منطقی یا عملی نمی باشد، قوانین مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می باشد اعمال گردد. چنین تصمیمی فقط در صورت مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکان پذیر می باشد و تنها مربوط به کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از 2000 تن است که در سفرهای بین المللی دریایی شرکت ندارند. 7. هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای 3 یا 5 یا 6 این ماده اتخاذ شود باید به مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو سازمان اعلام نماید. 8. به جز مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقابله نامه همزمان موجب اشاره به مجموعه قوانین و مقررات آن نیز می باشد. ماده 8 لازم الاجرا شدن. 1. اسناد تصویب رسمی این مقابله نامه باید به مدیر کل دفتر بین المللی کار برای ثبت ارسال شود. 2. این مقابله نامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین المللی کار الزام آور است که اسناد تصویب آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد. 3. این مقابله نامه 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل 30 عضو که مجمعاً 33% از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها را در اختیار دارند لازم الاجرا خواهد شد. 4. این مقابله نامه پس از آن برای هر عضو 12 ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت می رسد لازم الاجرا خواهد شد. ماده 9 انصراف. 1. عضوی که این مقابله نامه را تصویب کرده است می تواند پس از انقضای 10 سال از تاریخی که مقابله نامه برای نخستین بار لازم الاجرا می شود از طریق ارسال سندی به عنوان مدیر دفتر بین المللی کار برای ثبت از عضویت در آن انصراف دهد. این انصراف 1 سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد. 2. هر عضوی که ظرف 1 سال پس از تاریخ انقضاء 12 ساله موضوع بند 1 این ماده حق انصراف پیش بینی شده در این ماده را اعمال ننماید برای یک دوره 10 ساله دیگر ملزم به اجرای آن خواهد بود و پس از آن می تواند در پایان هر دوره جدید 10 ساله به موجب شرایط پیش بینی شده در این ماده از عضویت در این مقابله نامه انصراف دهد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.